در حالی که طی هفته گذشته فضای عمومی هنرمندان و فعالین حقوق زن از اعتراضاتی که در ایران هستش حمایت کردند و از زنان ایران حمایت کردند، ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تنها کسی هستش که در این موضوع ارزیابی داشته. اون شب جمعه در یک برنامه زنده تلویزیونی که در شبکه NTV ترکیه پخش میشد، یک اظهار نظر میانه‌ای در این زمینه داشت. در پاسخ به سوالی که مجری برنامه ازش در زمینه اعتراضات در ایران پرسیده شد، اعلام کردش که من از این مرگ ناراحت هستم، ما از اعتراضهایی که در ایران هستش ناراحت هستیم و ما کلن از هر اتفاق و اعتراضی که در ایران پیش بیاد ناراحت هستیم. در کنارش هم اعلام کردش که باید در چارچوب حقوق اساسی به این موضوع پرداخته بشه و گفتش که من باور دارم که حکومت ایران در موارد این چنینی که معطوف به زنان هستش عقل سلیم رو پیش خواهد گرفتش. در کنارش هم اعلام کردش که آزادی فردی و حق انتخاب باید در نظر گرفته بشه و قوانین دولتی و اجتماعی هم نباید هدف قرار گرفته بشن. اعلام کردش که نگرشی که تعادل بین این دو رو رعایت بکنه مد نظر ما هستش و صلح اجتماعی وقتی که اولویت قرار گرفته بشه در چنین شرایطی موضوعی هستش که برای ما اهمیت داره. خب در کنار موضع میانه‌ای که مقام رسمی دولتی ترکیه در این زمینه داشته، ما میدونیم که در فضای عمومی ترکیه همراهی گسترده‌ای با اعتراض‌ها در ایران وجود داره. در کنار این هم حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه حمایت میکنه از اتفاقاتی که در ایران افتاده و در دست کم در 33 شهر ترکیه در حمایت از مهسا تجمعاتی اتفاق افتاده و در روزهای آینده هم اعلام شده که این تجمعات ادامه خواهد داشت.